در کیش ما زکات زبان است و گفتن است، به ذکر تو کار زبان زار می شود. سینمایی بسازیم که جهان بینی اسلامی ما در آن تاثیرگذار باشد. ز پشتونیم هم تاجک، ترکمنیم هم ازبک، هزاره هم ساداتیم، داس خوب لکه نباتیم، هم بلوچ هم پشهیم، دخپل رب سخرازیم، که قرقیز دی که سیکان دی، ده هم ده خاور بچیان دی، تول قومون داوتن دی، رق او وینا دهر تن دی، مج بطل یو اتحاد کرو، دشمنان بطول برباد کرو، مج تول یو افغانان یو، مج دلوی افغانستان یو. با افتخار افغانستان عزیز چک 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 بکنم. گناهش بگردن من. و از طریق رسانه ها ارزش های خود را می خواهد در اذهان عمومی ملت ها رسوخ بده و به گونه یک استحاله فرهنگی را در دستور کار خود قرار بده. از سینما گفتیم، همه از بخش‌های متعدد سخن زدند جز از سینماگران. محفل برای سینماگر هست، برای تصویرگریش هست و برای زحماتش و به خاطر تشویقش و حمایتش برای کارهای بعدی. اما تا حال هر یک از دوستان که ما فرا خواندیم شخصیت‌های بزرگوار و معززی بودند، اما سینماگر نبودند. به خاطر که حق مطلب را ادا کرده باشیم، دعوت می‌کنم از برادر بسیار بزرگوار ما، شخصیت نام آشنا و چهره محبوب سینمای افغانستان، برادر عزیزم موسی رادمنش. از دیدگاه ما سینماگران، فیلمسازان و هنرپیشگان، یک روزنه خوشی است، روزنه ای که میتونه گلها را به شگفتن واداره. ارورا دل تراشه ما تگوره، قدمه از صلح بگی بیرار متوره. اکا جان انگ کندوز
ای تخاری بیا با هم بگردیم جوره جوره موایا ز دلوی پکتیایم و یا از بامیان باصفایم بلکی بگویی که مو از یک وطنیم نه صد پاره که بلکی جان و تنیم هزاره تاجیک و پشتون برادر تمام سهمشان با هم برابر زبونش فرق مونه دلشی یکیه زبونش فرق مونه دلشی یکیه سینمای اسلامی با روی کرده ارزشگرایی میتونه در برابر این نوع سلطه مقاومت بکنه وطن تقسیم نیه از کل لگیه یک بار دیگه با افتخار افغانستان سرسبز و شاداب کنیم بوستان میهن گلگون بسازیم که دامان میهن خب بدون شک سینما یک ذرات یک جامعه هست وقتی ما یک مثال خیلی واضح میدم شما اگر یک ماهی را از آب بگیرین او میمیره به خاطر نفس نمیتونه کشیده اگر شما در یک جامعه فیلمسازی را قطع کنین بدون شک فیلمسازایش هم میمیره شاید زنده باشن نفس بکشن اما مرده های متحرک هستن سینما آریانا که یکی از قدیمی ترین سینمای افغانستان است افتتاح میشه و با داشتن جشنواره فیلم‌های کوتاه اسلامی یک آغاز بسیار خوب یک پیام خوب و یک موضوع بسیار مهم است به تمام هموطنان تبریک میگم امیدوار هستم که تنهای جشنواره نه راه‌های دیگه به خاطر سینماگران باز شود تا ما بتانیم از همین طریق امرار معیشت بکنیم و همچنان بتوانیم که فرهنگ خود به تمام جهانیان نشان بدیم. این را مطمئن باشین او کشوری که سینما نداره اصلا هیچ چیز نداره، هیچ اهمیت و ارزش نداره. امیدوار هستم که به این ارزش حکومت فعلی هم خیلی توجه داشته باشن و پابند استاده باشن مثل وعده هایی که کردن و خدا کنه که این وعده چپا نشه انشاءالله. خب طبعا وقتی که ما متوجه شدیم که هنرمندا و سینماگرا با تغییر نظام یک قسم منزوی شدن و گوشگیر شدن احساس کردن که بعد از دیگه در جامعه و در اجتماع جایی ندارن سری فکر کردیم گفتیم بیا یک کاری بکنیم که سینماگرای کشور عزیز ما هنرمندای ما با نظام فعلی احساس بیگانگی نکنن